بر اساس گزارش انجمن اقتصاد جهانی تا سال 2025 85 میلیون شغل توسط هوش مصنوعی جایگزین میشه. علاوه بر این PwC برآورد کرده که حدود 30% از کل شغل‌ها تا دهه 30 میلادی توسط هوش مصنوعی جایگزین میشن. گلدمن ساکس اعلام کرده که 300 میلیون شغل با هوش مصنوعی جایگزین خواهند شد. این اعداد و ارقام خیلی جالبن. حتی میشه گفت ترسناکن. با تجزیه و تحلیل اینکه هوش مصنوعی بیشتر به چه کسانی آسیب میزنه، مثل جنسیت، مدرک تحصیلی، میزان تخصص، چه شغلهای جایگزین میشن و چه شغلهای باقی میمونن و اینکه چه مهارتهای جدیدی در حال ظهور هستن، میتونیم یه درک بهتری از بازار کار آینده داشته باشیم. با ما همراه باشید تا یک گپ و گفتگویی داشته باشیم راجع به تلاقی جذاب فناوری و هنر، جایی که فصل بعدی سینما داره نوشته میشه. اگه به هر کسی این قدرت رو بدیم که با چند تا پرامپت یا همون دستور متنی بتونه هر نوع فیلمی بسازه یا حتی یه سریال کامل، چی میشه؟ این همون چیزیه که هوش مصنوعی قولشو میده. یه روزی میرسه که یه نفر فقط با گوشیش بتونه یه فیلم کامل بسازه که صدها میلیون نفر ببیننش. آیا میشه این آینده دنیای ساخت فیلم باشه؟ تو همون کشوری که فیلم رو معروف کرد، یعنی امریکا، نسل جدیدی از استارتاپ ها فکر میکنن که دارن پایه‌های تحول عظیم رو توی دنیای ساخت فیلم میچینن. بذاریم با هم ببینیم که چطور این کارو میکنن. این مثال ساده از تبدیل متن به ویدیوه. جنراتیو AI با استفاده از مدل فارسیش که تقریبا میشه هوش مصنوعی تولیدی، شرکت هایی هستن که میتونن در چند ثانیه ویدیوهایی بسازن که یه متخصص جلوه‌ای ویژه باید روزها وقت بذاره. حالا بیایید یه آسمون با ابرهاش رو در نظر بگیریم. شما میتونید با استفاده از هوش مصنوعی سبک یا انتخاب‌های سینمایی و یا حتی زاویه‌هایی که دوست دارید رو خلق کنید. مثلا انگار نور خورشید از بین ابرها داره میزنه بیرون. هوش مصنوعی واقعاً میتونه از زبان متنی استفاده کنه و ویدیوهای واقعی و دقیق بسازه که دقیقاً نشون دهنده چیزیه که شما نوشتید. پیشبینی هوش مصنوعی از حرکت اشیا اجازه میده که صحنه‌های جالبی خلق بشه، چه آسمون باشه، یه قایق یا حتی یه نفر که داره تو خیابون قدم میزنه. هوش مصنوعی اونها رو زنده میکنه و یه شکل جدید داستانی بهشون میده. شما میتونید مثل یه کارگردان کنترل دوربین رو به دست بگیرید، میتونید دوربین رو به هر سمتی حرکت بدید، زوم کنید یا از زوم خارج شید. این انعطاف پذیری میتونه نقطه عطفی باشه برای هر داستانی که شما میخواید به صورت تصویری بگید. علاوه بر این هوش مصنوعی میتونه با یک کلیک، فقط و فقط یک کلیک، بازیگران و لوکیشن رو تغییر بده. این امکان خلق دنیاهای متنوع را فراهم میکنه. مثل این میمونه که شما با یک پرامپت ساده از دفتر کارتون به یک سرزمین افسانه‌ای و جادویی منتقل شید. بیاین یه قدم فراتر بریم. بیاین تأثیرات هوش مصنوعی در ساخت فیلم رو فراتر از کلیپ‌های کوتاه در نظر بگیریم. شرکت‌های فعال در زمینه هوش مصنوعی دارن روی ابزارهایی کار میکنن که یه روزه میتونه فیلم‌های بلند یا مجموع سریال‌های کامل تولید بکنه. البته بنیانگذاره این شرکت‌ها در مورد زمانبندی احتیاط میکنن، ولی همه‌شون معتقدن که بحث کی اتفاق میفته نیست، بلکه بحث اصلی اینه که چطوری این فناوری صنعت رو دگرگون میکنه. OpenAI شرکت فناوری مستقر در سان فرانسیسکو و خالق ChatGPT آخرین پروژه خودش هوش مصنوعیه. تولید ویدیو از متن که اسمش سورا هست رو همین چند وقت پیش معرفی کرد. این اسم سورا توی زبان ژاپنی به معنای آسمان هست که یک استعاره است از پتانسیل خلاقانه بی حد و حصر این پلتفرم. تایلر پری، هنرپیشه و فیلمساز آمریکایی، یکی از بزرگترین نام‌هایی بود که زنگ خطر رو به صدا درآورد. تایلر پری گفت که برنامه‌اش رو برای گسترش 800 میلیون دلاری استودیوی خودش متوقف کرده و گفته شغل‌ها از دست خواهند رفت. در حالی که شایعاتی در مورد کار روی یه ابزار ویدیویی توسط اوپن ای آی وجود داشت، راه اندازیش مثل یک شوک بزرگ بود. خالق ChatGPT که توی این ویدیو راجع به داستان شکل‌گیریش صحبت کردیم،
هوش مصنوعی سورا یا هوش مصنوعی تولید فیلم رو همین چند وقت پیش رونمایی کرد. حتی افرادی که توی تیمای دیگه‌ای در اوپن ای آی کار می‌کردن هم نمی‌دونستن که چنین چیزی تو راهه. ما فقط اون چیزی رو که اوپن ای آی تولید کرده دیدیم. این شرکت فناوری گفته که سورا در دست تعداد محدودی از هنرمندان، طراحان، فیلمسازان قرار گرفته و عموم مردم نتایج کامل اون رو ندیدن یا ابزار رو در دنیای واقعی امتحان نکردنش. سورا یک قدم از مدل‌های رقبا مثل متا و گوگل جلوتره. رزولوشن بالاتر سورا جزئیات مانند بافت پوست، مو، انعکاس‌ها روی آب و یا حتی حرکت برگ‌ها رو واقعی‌تر کرده. تازه با سورا میشه ویدیوهای تا 60 ثانیه تولید کرد که این حد تا الان بین 3 تا 8 ثانیه بوده. یه فیلمساز آمریکایی به نام پول تریلو که به شرکت‌های مختلف هوش مصنوعی برای توسعه ابزاراشون مشاوره میده، یه فیلم کوتاه ساخته با عنوان از شما برای پاسخ ندادن متشکریم. این فیلم با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و به همین دلیل خیلی معروف شده. پول تریلو که فیلمش رو قبلا از رونمای سورا با هوش مصنوعی‌های موجود ساخته بود، میگه که از کیفیت ویدیوها و قابلیت‌های جدید سورا حیرت زده شده. اما معتقده که زمانی که سورا به یک هوش مصنوعی مدباز تبدیل نشه که به هنرمندان کنترل و امکان خلاقیت بده، معلوم نیست که آیا سورا فقط یک حرکت نمایشیه یا اینکه واقعا قادر به برهم زدن صنعت سینماست. سورا همچنین درک قوی از نحوه حرکت چیزهای مختلف در تصویر داره. ابزارهای ویدیویی هوش مصنوعی از این به بعد اجازه میدن با استفاده از پرامپت ها حرکت کارگردانی یا حرکات دوربین رو شبیه سازی کنن. سورا شخصیت های پس زمینه متمایز و حرکات واقع گرایانه داره. توی ویدیوهای منتشر شده توسط اوپن ای آی میتونیم امواجی که به صخره ها میخورن رو ببینیم، یا حیوان های کوچکی که بازی میکنن، و یا حتی انعکاس ها توی پنجره یک قطار رو شبیه سازی میکنه. فعلا کاربرد اصلی این فناوری توی فیلم‌هایی هستش که هزینه ساخت خیلی بالایی دارن. اما خارج از این جریان تجاری، هنرمندان و فیلمسازان هنوز درگیر آزمایش هوش مصنوعی برای روایت داستان‌ها به شیوه‌های خلاقانه هستن. وقتی که به این فکر می‌کنیم که کدوم ژانر از توانایی هوش مصنوعی بیشتر می‌تونه استفاده بکنه، ژانر انیمیشن و فیلم‌های علمی تخیلی بیشتر از بقیه تو ذهن آدم نقش می‌بنده. این ژانرها میتونن به شدت از توانایی هوش مصنوعی در تولید دنیای فانتزی استفاده بکنن. از طرف دیگه برای ژانرهای مثل فیلم‌های تاریخی که نیاز به اصالت داریم، همچنین تولید محتوایی که واقعی به نظر برسه یه مقدار سخت و چالش برانگیزه، البته برای الان. علی‌رغم پتانسیل هوش مصنوعی برای به وجود آوردن انقلابی در صنعت سینما، نگرانی‌های اخلاقی هم وجود داره. ترس از جایگزینی شغل‌ها و بازیگران واقعی با نمونه‌های دیجیتالی یه ترس واقعیه. ولی خب طرفداران هوش مصنوعی میگن که هوش مصنوعی باعث به وجود اومدن خلاقیت‌های جدیدی میشه، ساخت فیلم رو ارزان‌تر و در دسترس‌تر میکنه. اینها همه میتونه منجر به صنعتی فراگیرتر بشه، جایی که هر کسی فقط با داشتن یک داستان میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه برای تولید فیلمش و بتونه راحت‌تر داستانش رو با بقیه به اشتراک بذاره. توی این دنیای جدید نقش هوش مصنوعی در ساخت فیلم جایگزین خلاقیت انسانی نیست، بلکه مسبب تقویت اون خلاقیته. هسته اصلی فرایند خلاقیت همچنان ذهن انسانه و هوش مصنوعی فقط یک ابزاره برای تسریع این اکتشافات خلاقانه. با کاهش هزینه‌های تولید، هوش مصنوعی پتانسیلش رو داره که صنعت سینما رو در دسترس تر کنه و سرعت‌های بیشتری رو هم ایجاد بکنه که یه فیلم چندین روایت داستانی متنوع داشته باشه. نمونه‌ای از این مدل فیلم‌ها همین الان هم توی نتفلیکس پیدا میشه. الان ما داریم وارد یک عصر جدید میشیم، عصری که توش هوش مصنوعی میتونه تحولی بزرگ به بزرگی اختراع صدا، رنگ یا حتی دوربین در دنیای سینما ایجاد کنه. ما شاهد تولد نوع جدیدی از سینما هستیم، جایی که مرزهای روایت داستان فقط با تخیل ما محدود میشن. البته در بین همه این چیزای جالبی که این فناوری جدید داره، باید حواسمون باشه که با دقت از مسیر اخلاقیش
عبور کنیم که هوش مصنوعی خلاقیت انسانی رو افزایش بده نه اینکه کاهش بده. سفر هوش مصنوعی توی دنیای فیلمسازی تازه آغاز شده. با هر پیشرفت به یه دنیای نزدیک میشیم که توش هر کسی میتونه داستان خودش رو به تصویر بکشه، جایی که سینما تنها برای یه عده خاص نیست بلکه برای همه است. آینده فیلمسازی روشن و هوش مصنوعی میتونه ابزار گسترش این هنر یعنی فیلمسازی بشه. امیدواریم این قسمت هم براتون جالب و آموزنده بوده باشه. فراموش نکنید که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. اگر این اپیزود رو دوست داشتید و میخواین بازم از این موضوعهای جذاب ببینید، لطفاً لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.